سلام، به کانال یوتیوب تپس خوش اومدین. سلام، من پدرام نظری هستم. سلام، من ندا قصیر هستم. من و ندا چهارشنبه صبح 5 تیر ماه 1398 ساعت 8:30 صبح که داشتیم میرفتیم سر کار، جلوی در خونمون توسط لباس شخصی ها دستگیر شدیم که از اطلاعات بودن. 3 تا آقا بودن و یه خانم. بعد همینجوری که در خون اومدیم بیرون، اومدن جلومون، گفتن نظری و قصیر، گفتیم بله، گفتن بریم باهاتون کار داریم، یه چند ساعت باهاتون کار داریم. سری ما رو سوار ماشین کردن، یه ماشین سمند بود و به محض اینکه نشستیم تلفنامون رو از ما گرفتن و شروع به فحاشی کردن. بعد رفتیم یه جای نزدیک مطهری، توی ساختمونی رفتیم، ما رو از هم جدا کردن، تو 2 تا اتاق جداگونه نشستیم، بازجویی شدیم. یه سر من داد میزدن و به من فحش میدادن، حتی نمیذاشتن من حرف بزنم. یه برگه به من دادن، گفتن بنویس کارایی که کردی رو، حتی توضیح نمیدادن که من باید چی رو توضیح بدم بهشون. بعد نمیدونستم واقعا چی کار کردم که منو بردن اونجا، دارن ازم باجه. شروع به گریه کردم، بازم هیچ اهمیتی براشون نداشت، همینجوری سرم داد و بنویس هر کاری که کردی، بنویس با کی مصاحبه کردی، واسه چی مصاحبه کردی، پول گرفتی مصاحبه کردی و خیلی چیزهای دیگه. بعد از اونجا رفتیم شعبه 16 بازپرسی. اول رفتیم ساختمون فرهنگ و رسانه تو خیابون مطهری، چند ساعت اونجا بودیم. بعد از اونجا رفتیم شعبه 16 بازپرسی که باز هم اونجا جدا جدا رفتیم تو اتاق و رفتیم که با بازپرس صحبت کنیم. اول من رفتم بازپرس، یه سری برگاه گذاشت شلوم راجع به فیلمایی که تو اینستاگرام می‌ساختیم، کارهایی که می‌کردیم. بعد گفت که شما به جرم تشویش اذان عمومی یا همون نشر عکاسی و اقدام علیه جمهوری اسلامی، اصلا نمی‌دونم معنی اینا چیه، این چه تعریفی داره. برگشت گفت خب یه کلیپای ما سی دی زده بودن به همراه عکس پرینت گرفته بودن. گفت خب اینقدر پرونده جلوی ما بود. گفت خب این فیلمی که شما میگی فلسطین مفتخور هست یا نه، شما گفتی یا نه؟ گفتم خب اینو من گفتم. خب دلیل داره؟ گفت خفشو حرف نزن، دلیلشو نمیخوام فعلا بدونم. بعد گفت با خانم علی نجات مصاحبه کردی؟ نه. گفتم آره. گفت با کیهان لندن مصاحبه کردی؟ گفتم آره اونم کردم. گفت خب اینا جرمی که بد دادیم همینه، تو این به سوریه، تو این به فلسطین، تو این به سوریه و فلسطین و مصاحبه مسیح علی نجات و کیهان لندن. گفت این جرمی که گفتیم اینه تعریفش، حالا از خود دفاع کن. من هر جا میومدم حرف بزنم، یه خورده حرف بزنم، سعی میگفت خفه شو، میگفت چرا به نظام بانکی توهین کردی، ما میبریم توضیح بدیم، میگفت خفه شو. یعنی من نمیدونم حرف بزنم نزنم، اصلا اجازه نمیدونم کاری بکنی. بعد یه آقای اومد تو اتاق که ما اونجا بودیم، برگشت گفت تو پروندهشون بنویس بهایی، بهایی هم اضافه کن که بهایی هستن. بنویس که جاسوس هستم. برای من وقتی وارد بازپرسی شدم، بازپرس از من سوال کرد، اصلا که نمیذاشت من حرف بزنم، یه بند سر من داد میزد. فهمیده بودن که وقتی سرم داد میزنم من نمیتونم حرف بزنم و گریم میگیره، نمیذاشتن از خودم دفاع کنم. یه کلمه که حرف میزدم میگفت خفه شو، یه چیزی مینویسم که دیگه هرگز نتونی رنگ آفتابو ببینی. بعد من بهش گفتم خوب من اصلا یک بهایی رو تا از نزدیک ندیدم، شما چطور به این نتیجه رسیدین که من بهایی هستم؟ بازم میگفت خفه شو. بعد برگشتم گفتم که شما تو قانون اساسیتون میگین احترام به تمام مذاهب، نمیدونم بهایی و مسیحی و نمیدونم چی و چی، چطور مثلا حالا فکر کن مثلا من بهایی هم باشی، مثلا این جرم مثلا؟ باز برگشت گفت خفه شو. و سر وثیقه گذاشتم، به ما گفت چی دارین که بتونیم بیایم بیرون. من برگشتم گفتم من یه دست فروشم، یه گوشی دارم که دست شماست، 2 بسته شال دارم که خونه است و لباسای تنم. بعد برگشت گفت اگه بیای بیرون حاضر هستی ویدیو بگیری و تمام حرفایی که زدی رو خلافش رو بگی، بگی من این اعتقاداتی که داشتم تحمیل شده بوده بهم و عذرخواهی بکنی، معذرت خواهی بکنی، توبه بکنی. حالا یک توبه نامه در پیج بذاریم. گفت پیجو کلن پاک کنین، عکساتون رو فقط یه چیزی که ما بهتون میگیم و بذارین. ما قبول کردیم، برای همین
که فقط بتونیم بیایم بیرون از زندان. وسیله برامون بریدن، از همونجا ما رو انتقال دادن به زندان چون متأسفانه وسیله بریدن، ولی همونجا هم اجازه نمیدونن که زنگ بزنیم. بله. حالا برو، حالا برو. بله، نمیخواستن که ما اطلاع بدیم به خانواده. ما رفتیم به من رفتم به زندان اوین و ندا رفت به منو بردن به زندان قرچک برام یا همون شهر ری. وارد ما منو داخل یه سمن گذاشتن، دوباره منو با یه خانوم و یه آقا و یه راننده تا به همراه دستبند و پاپا. بله، دستبند به هم زدن. دستبند خیلی دستم اذیت میکرد، گفتم من که نمیخوام فرار کنم، نمیشه دستبند. گفتن نه حتما باید داشته باشی. بازم تا اونجا خانم هی بد دهنی میکرد به من. رسیدیم دم زندان، وارد زندان شدم، یه خانم اومد من چک کرد لباسامو. من گفتم خب تموم شده الان وارد زندان میشم. نه، رفتم وقتی میخواستم وارد قرنطینه بشم منو کامل لخت کردن، به من گفتن که بشین پاشو. گفتم این کار واسه یه چیه؟ گفت به شما ربطی نداره، دخالت نکن، حرز بشین پاشو. نشستم 10 بار دقیقا نشستم پاشدم. بعد به من گفتن تو سر رابطه نامشروع گرفتن، جنده فلان، همه چی به من نسبت دادن. اونجا وارد اونجا که شدم رفتم داخل قرنطینه، به من گفتن دوش بگیر و برای اصلا انگشت و اینا پلاکارد دنداختن گردنم، عکس گرفتن ازم. رفتم داخل قرنطینه و اونجا تازه شروع شد. صبح به صبح من رو صدا می زدن برای کار اجباری. من توی این 5 روزی که اونجا بودم فرش شستم، کار اجباری انجام دادم. البته برای من اصلا مهم نیست کار اجباری انجام دادن، مهم اینه که وقتی اونجا میری مثل یه آشغال باد رفتن کنن. یک شب دندونم درد گرفت، خلاصه این برون بر رفتیم بهداری. به من دندونم همش خرابه و اصلا وقتی دکترم داشتم، وقتی دندون پزشکی هم داشتم، قرص میخوردم، قرص چک خوشکن و اینا که برم برای عصب کشی اینا. تو زندان که درد گرفت رفتم بهداری، بعد اینا به من قرص متادون دادن، یعنی برای دندون درد. متادون اصلا خودش یک ماده مخدر مورفین، احتیاط خیلی شدید داره، عوارض داره. یعنی من اگه مثلا نمیدونستم 3 شب 4 شب اونو پشت سر هم میخوردم، وقتی که میومدم بیرون یا باید میرفتم ترک اعتیاد یا باید دنبال مواد مخدر میگشتم، چون اصلا دندون نیست، یه ماده مخدری که داده بودم برای درد دندونم. ما حدود 5 روز در زندان بودیم، بعد از 5 روز با قرار کفالت تا روز دادگاه آزاد شدیم.